زنان سرپرست خانوار یکی از گروه‌های اقلیت زنان هستند که با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند. زنان سرپرست خانوار به کسانی گفته میشه که مسئولیت تامین هزینه‌های زندگی رو بر عهده دارن. زنانی که همسرشون فوت کرده، زنانی که از همسرشون جدا شدن، زنانی که همسرشون به هر دلیلی قادر به تامین هزینه‌های زندگی نیست و دختران مجردی که به سن تجرد قطعی رسیدن. رشد روزافزون خانوارهای زن سرپرست در ایران یکی از تحولات چشمگیر نهاد خانواده در جامعه تلقی میشه که به استناد آمارهای رسمی همه ساله رو به گسترشه. بسنامه زن و جامعه در تازه ترین شماره خودش تحقیقی با عنوان تحلیل وضعیت خانوارهای زن سرپرست در ایران منتشر کرده و به تشریح جمعیت کنونی این خانوارها، پراکندگی جغرافیایی و وضعیت عمومی اونها پرداخته. نتایج این تحقیق میگه که از سال 1375 تا 1395 میزان سرپرستی خانوارها توسط مردان رو به کاهش و برای زنان رو به افزایشه. یافته های این تحقیق میگه 48% زنان سرپرست خانوار در کشور در گروه های سنی 60 ساله و بالاتر قرار دارند و همین نسبت برای مردان چیزی حدود 17%. بخش دیگه ای از این تحقیق نشون میده بیش از 27% خانوارهای زن سرپرست هیچ فرد باسوادی در خانوار خودشون ندارن. این در حالیه که این میزان برای خانوارهای مرد سرپرست 4.5%. مقایسه خانوارهای دارای سرپرست مرد با خانوارهای دارای سرپرست زن در سال 1395 نشون میده شکاف گسترده‌ای به لحاظ وضعیت اشتغال و بیکاری سرپرستان خانوار بین این دو دسته از خانوارها وجود داره. حدود 76% از مردان سرپرست خانوار شاغل هستند، در حالی که درصد مشابه برای زنان سرپرست خانوار حدود 15%. این تحقیق نشون میده که نداشتن امنیت اقتصادی، وضعیت نامطلوب اشتغال، تحصیلات کم، فشار نقش‌های شغلی و خانوادگی، وضعیت نامطلوب سلامت جسمی و روانی و طرد اجتماعی موجب کاهش مطلوبیت وضعیت زندگی این دسته از زنان شده.